بنام یاد پروردگار بزرگ به همتا برز سلام و بعد از ظهر تک تک شما عزیزان بخیر انشاءالله که جور ساعت من باشین و بیننده برنامه رسم زندگی گیتی منصف نیم ساعت مهمان خانه های شما هستیم با جمع از همکاران ما با اتفاق همکاران ما برنامه نیم ساعت تقدیم شما میکنیم انشاءالله که شما هم بیننده باشین و ما را همراهی بفرمایین. همچنان میتونید تماس بگیرین 499 در خدمتتون است، راحت میتونید تماس بگیرین با 499 و پرسشتون مطلب سازین. همچنان صفحه فیسبوک برنامه رسم زندگی با خودتون داشته باشین و همچنان پیام هایی که از سوی بیننده های ما دریافت کردیم حتما در لابلای صحبت هایی که می داشته باشیم با مهمان ما خود پرسیدم و انشالله که بیننده باشین و پاسخ هایتون رو دریافت کنین. ما همواره یادآوری کردیم از جایگاه بانوان در جامعه افغانی و اسلامی ما و از اینکه چه جایگاهی دارن و فعالیت هاشون چگونه است، مشارکتشون چگونه است در عرصه های مختلف، در فعالیت های مختلف. حالا امروز میخواییم مشخصا در ارتباط با بانوان تجارت پیشه صحبت کنیم، یا بانوانی که بالاخره فعالیت میکنن در عرصه تجارت بازرگانی و اینکه چه نقش رو میتونه یک بانو داشته باشه در حوزه تجارت. میخوایم بیشتر با بحث و گفتگو بگیریم این موضوع رو، با جزئیات بپردازیم با بانو بهناز محمدی، مدیر مسئول انجمن اجتماعی و فرهنگی راهیان مهر هستن و در ضمن هم یک دختر خانم تجارت پیشه هستن. از تجارب خودشون صحبت خواهد کردن و از جایگاه و نقش بانوان در تجارت صحبت خواهد کردن. بریم به طرف بسته معلوماتی که بر شما تهیه دیدیم. در بسته معلوماتی مقدمتاً در ارتباط با جایگاه بانوان در تجارت بدانیم، برمیگردیم و صحبت های خود را دنبال میکنیم. از اونجایی که میدانیم بخش بزرگ از جامعه ما را زنان تشکیل میدهند و اگر در زمینه رشد زنان همسان مردان در موارد مختلف فرهنگی، تحصیلات عالی، کارهای اداری و تجاری میدان داده شود، میتوانند ظرفیت توسعه و پیشرفت کشور را در زمینه‌های بسیار سرعت بخشند. بسیار لازم و حیاتی است که به زنان فعال و متقاضی در بخش تجارت و بازرگانی و فعالیت‌های سودآور اقتصادی توجه جدی صورت گیرد و موانع قانونی و اجتماعی با توجه به هنجارهای اجتماعی موجود و جهت‌دهی و فرهنگسازی آن به سمت نگرش و تبعیض مثبت برطرف شود. رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی با عنایت به اینکه زنان نیم از پیکر جامعه را تشکیل می‌دهند بسیار دارای اهمیت است. اهمیت این موضوع با توجه به اینکه پس از چند دهه ویرانگری و کشته شدن بسیاری از سرپرستان خانواده‌ها و افتادن این مسئولیت به دوش زنان بیش از پیش مهم است و وارد شدن هر زن در بخش فعالیت‌های اقتصادی سودآور می‌تواند سرنوشت بسیاری از خانواده‌ها بدون سرپرست یا سرپرست را تغییر مثبت دهد و از بروز ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری که سرمنشه بسیاری از آنها مشکلات و چالش‌های اقتصادی است جلوگیری کند. در بسته معلوماتی هم چیز دانستیم در ارتباط با جایگاه بانوان در تجارت. صحبت های بیشتر از دید بانو بهناز محمدی مشلم، خیلی خوش آمدید. سلام خدمت شما، همکاران عزیز شما و بینندگان تلویزیون خورشید. ممنونتان بانو محمدی. قسمی که یادآوری کردم در ارتباط با جایگاه بانوان در تجارت و اینکه شما خود یک دختر خانم تجارت پیشه هستین، از تجارب خود شما صحبت کنین، از اینکه انگیزه از کجا شد که بالاخره انتخاب کردین تجارت رو، خواستین یک تجارت پیشه باشین گرچه محدودیت ها مشکلات زیاد است و دختر خانم ها در کشور ما حالا هر نوع فعالیت هایی که باشه و حالا امروز که در مورد فعالیت های تجارت صحبت میکنیم در بالاخره در میان بانوان، خوب است از شما بشنویم که چه مشکلات رو متقبل شدین، از کجا آغاز کردین تا اینکه بالاخره امروز یک دختر خانم تجارت پیشه هستین. بله، من 4 سال پیش با علاقه زیادی که داشتم در عرصه تجارت خواستم تجارت رو شروع بکنم و من از کارهای زراعتی، فعالیت‌های زراعتی شروع کردم و یک علاقه خاصی داشتم به زراعت و مالداری و روی عرصه زراعت کار کردیم. ما روی گیاه زعفران کار کردیم که نتیجه بسیار خوبی داشت و من خودم شخصا یک شرکت رو اندازی کردم و پرسنل داریم و ما تقریبا حدود 10 هکتار زمین که 50 جریب میشه
ما کار میکنیم روی از روی زعفران کشت کردیم و در این 4 سال بسیار نتیجه خوبی داده و ما راضی هستیم و مشکلات زیادی داشتیم. بالاخره توانستیم با مشکلات دست پنجه نرم کنیم و موفق باشیم. این مشکلات از قبیل چی بوده؟ چقدر دیگران اطرافیانتون شما را حمایت میکردن؟ تشویق میکردن و این روحیه بخشیدن برای دختر خانم برای انجام فعالیت هاش و ای که بر پای خودش بیسته چون شما یک دختر خانم موفق باشه چقدر حمایت ها و بالاخره تشویق و ترغیب از سوی اطرافیان و دوستان از خانواده را از شما دخیل میدانین و مهم میدانین؟ در عرصه اول، در قدم اول خانواده حامی و حمایت از اونو مهم هست. حمایت اصلی رو از پدر خو و مادر خو گرفتم و اونا حامیان اصلی ما بودن. از نگاه مالی اونا مرتویل ساختن. ما از یک سرمایه بسیار کوچک مشروع کردم. من از یک سرمایه کوچک شروع کردم و با مرور زمان این سرمایه انکشاف یافت. و مرور رقم که ما در تجارت توانستیم موفق باشیم، حامیان اصلی ما رو حمایت کردن، فامیل. بعد از فامیل ما در اجتماع وقتی قدم گذاشتیم، خصوصا خودم شخصا بسیار موانع و مشکلات مواجه بودم که من نمیتوانستم بسیار کارای بکنم، یعنی از این میتوانستم موفق تر باشم، ولی متاسفانه او مشکلات سر راه ما بود و ما با اونا مواجه بودیم و او مشکلات از قبیل ای بود که ما نمیتوانستیم بسیار مواد خامر با آسانی به دست بیاریم، راه های مواصلاتی که در مرکز شهر زیاد نیستن، افراد اشخاص در دوردست ها و در دهات بودن و ما میخواستیم که این همین زعفران رو که ما توزیع بکنین و اونا کار بکنن و ما میخواستیم که سر از این مسائل کار بکنیم، اشتغال زدایی باشه و خانم ها مصروف به کار باشن و در عرصه تولید و پروسس زعفران ما سعی میکردیم که نقش بانوان و خانم ها باشه و ما حتی زمینه رو طوری فراهم میکردیم که اونها رو ما همین مواد خام همین گل زعفران رو ما به خانه های از اونا روان بکنیم که اونا در عرصه پاککاری زعفران هم سهم داشته باشن و سعی بکنن که یک درآمد در خانه داشته باشن، چون مردها مقید بودن و اونها رو نمیگذاشتن 4 سال پیش که اونا بیان به یک جای کار بیان، بیرون بشن از محیط خانواده و از محیط خانه بیرون بیان و داخل بازار باشن. ما میخواستیم که امو عرصه کار رو به خانه های از اونا فراهم بکنیم، اما حالا امسال میبینیم که خانم ها خودشان میاین داخل شهرک صنعتی ما کار میکنن و مصروف و فعالیت های هست. یک دختر خانمی که تازه بخواهی تجارت پیشه شوه از کجا باید آغاز کنم؟ امو اقدامات ابتدایی در چه است؟ از شما بشنویم و سایر دختر خانمایی که با شما کار میکنن، میان اشتراک میکنن و کار میکنن بالاخره در مجتمعی که شما در انجمن که شما هستین، از کجا آغاز میکنن و چه امکانات در دسترسشان است؟ همچنان از مشکلات یادآوری کردین، چه مشکلات را یک دختر خانم باید آمادگی داشته باشه که ممکن بر بخوره در این حوزه تجارت بازار؟ بله، دختر خانم ها به نظر من افراد باید اول انگیزه شخصی خود را ببینن علاقه دارن در عرصه تجارت، علاقه را اگر داشتن دنبال بکنن. این رقم نباشه که ما علاقه داریم بنا به این مشکل نمیفهمم، ما از نگاه مالی کسی نیست مارتنویل بکنه یا از نگاه ای ما مشکل داریم فردا قراره با خیلی کسا روبرو بشن. نه، من فکر میکنم انگیزه شخصی وقتی باشه یک دختر خانم میتونه راحت بیایه. با می که من یک انجمن فرهنگی دارم در کنار شرکت تجاری که دارم، میخوام فرهنگ سازی بکنم. خانم ها دروازه دفتر ما بروی از اونا بازم میخوام که اونا بیاین، ما برای از اونا راهنمایی بکنم و من فکر میکنم در عرصه مسلک از اونا یک نهادهای ایجاد بشه از طرف دولت، نهادهای ایجاد بشه مشوره دهنده باشه که اونها بتوانن امین انگیزه که در وجود از اونها هست حمایت بشه. خانم ها میفهمند که مشکلات زیادی هست. اگر یک خانم در افغانستان بخواد فعالیت هایی داشته باشه، چه در عرصه فرهنگی چه در عرصه سیاسی اجتماعی و و و، ولی باید نترسه. یک خانم باید قوی باشه و از خود از اونش عط میگیره، باید خود از او قوی باشه، داخل جامعه گام بگذاره و بدون استرس و دغدغه از یک سرمایه کوچک میتونه با شرکت هایی که تمویل میکنن از سرمایه های کوچک بگیره، ولی متاسفانه مشکلاتی هست که به شرکت هایی که میخوان تمویل بکنن یک اسناد میخوان. او اسناد ما در افغانستان میبینیم که بیشتر جایدادها به اسم مرد ها هست و خانم ها شاید همون مرد از اونها راضی نباشه که او کار بکنه، ولی او میخواد کار بکنه. من فکر میکنم زمینه های شغلی فراهم بشه خیلی بهتر از این اونها تقویت میشن خانم ها که بخوان کار بکنن. بله، بانو محمدی
صحبت‌های شما رو می‌داشته باشیم ولی میریم و طرف چند پیام بازرگانی، بعد از چند پیام بازرگانی برمیگردیم و صحبت‌های خود رو دنبال می‌کنیم. برگشتیم در ادامه برنامه رسم زندگی با موضوع جایگاه بانوان در عرصه تجارت. بانو محمدی، در ادامه صحبت‌هایتان می‌خوام در ارتباط با کار و فعالیت‌های فرهنگیتان هم یادآوری کنم. این قسمی که گفتین شما مدیر مسئول انجمن اجتماعی فرهنگی جاهیان مهرم هستین. چقدر مدت میشه که انجمن شروع به فعالیت کرده و در این مدت زمان چه کارهای فرهنگی انجام دادین؟ از اشتراک دختر خانم هم یادآوری کنین، چه فعالیت‌های فرهنگی از سوی دختر خانم بوده در این؟ بله، انجمن فرهنگی و اجتماعی راهیان مهر که مدیر مسئول از ما خودم میباشم، ما 10 نفر از خانم ها بودین اعضای مؤسسه که ما خواستیم با همکاری هم دیگر یک انجمن را تاسیس بکنیم و موفقانه تاسیس کردیم و با علاقه زیادی که در کارهای فرهنگی داشتیم فعالیت های خود را آغاز کردیم و انجمن ما بیشتر ما میخواییم روی ظرفیت خانم ها در هرات کار بکنیم با مشکلاتی که اونا مواجه هستن. در اول ما اختصاص داده بودم که کلن خانم ها بیان در این دفتر. وقتی ما کارهای فرهنگی میکنیم در دفتر ما به سوی خانم ها باز باشه، ولی بعد از اون ما تصمیم گرفتیم که مردها هم باشند، گوشه از کار ما مردها پیش ببرن و ما کارهای فرهنگی که میکنیم این هست، ما خانم ها با اونا دیدار ملاقات داریم، اونا مشکلات دارن، حتی در عرصه‌های حقوقی مشوره دهی میکنیم. ما میخواهیم همیر برای خانم ها بفهمانیم که اونها میتونن درد دل بکنن با ما، اونها میتونن مشکلات خود در با ما در جریان بگذارن، اونها میتونن یک پل ارتباطی باشیم بین اونها و مشکلات از اونها، ما به مرجعهای اصلی از اونها رسیدگی بکنیم و معرفی بکنیم و از همین طریق اونها پشتیبانی و حمایت از اونها را ما به عهده داریم. و فرهنگر ما میخواییم بگیم کارهای فرهنگی از کجا نشأت میگیره، خود فرهنگ چی هست. ما فرهنگ میگیم همون رسم و رواج جامعه هست، رسم و رواجی که از لحظه که انسان به وجود آمده به دنیا پای گذاشته فرهنگ به وجود آمده. ما میخواییم فرهنگ سازی، فرهنگ جدید در به جای فرهنگ قدیم، فرهنگ ناپسند و همون عرف ناپسند جایگزین بکنیم. و فرهنگ خود از در دو عرصه کار میکنیم ما، که فرهنگ های ناپسند در میخواییم از جامعه کم کم از بین ببریم. ما خانم هایی داریم واقعا میان میشینن گریان میکنن به خاطر یک عرف ناپسند. این باید فرهنگ سازی بشه، فرهنگ جدید، عرف جدید به جای فرهنگ قدیمی که او خانم را آزار میده. و بیشتر کار ما فرهنگی هست. ما میخواییم حقوق اطفال را بیان بکنیم، ما با اطفال مثلا میریم میبینیم، پل ارتباطی، در کل ما پل ارتباطی با افراد هستیم، اطفال هستیم. دو کار جداگانه را پیش میبرین، یک دختر خانم تجارت پیشه هستین و از طرف دیگه کارهای فرهنگی را انجام میدین، در حوزه متفاوت، از یکی بله. فرهنگ و دیگر تجارت، کدام یک بیشتر علاقه تمایل شما دارین و چی شد که دو عرصه دو فعالیت را یک جا به دوش بگیرین؟ آیا مسئولیت ها به شما و از عهده مسئولیت ها برآمدن دشوار نیست؟ خواستن توانستن است. من دقیقا به این موضوع اشاره میکنم، من میخواستم فعال باشم، فعالیت داشته باشم. در کنار این دو موضوع که شما اشاره کردین، یکی که من یک شرکت تجارتی دارم و یک انجمن فرهنگی دارم، در کنار از اون من دانشجوی مقطع کارشناسی ارشدم هستم در کشور ایران. بسیار. یعنی سه موضوع بسیار مهم و اساسی همزمان پیش میبرم. تا الحال خب موفق بودیم، انشالله که از این به بعد هم بتانیم و دشوار نخواهد بود و ما روی این موضوع کار میکنیم که قوی تر از این باشیم و بیشتر فعالیت های در افغانستان داشته باشیم و روی اقتصاد افغانستان نقش اساسی بازی بکنیم ما خانم ها و ما میتوانیم. بان محمدی، چقدر کار فعالیت های شما بانوان یک دختر خانم فعال تاثیرگذار بوده بر روان سایر دختر خانم ها که بیان کار بکنن، فعالیت کنن؟ قسمی که گفتم مکررن تاکید دارم که بر پای خودشون بیستن و زمین حس وابستگی که متاسفانه در جامعه موجود داره، که اگر بالاخره آقایان نباشن اصلا بانوان هستن در خانه که از نمیتونن که حداقل مصارف خودشان را از عهده مصارف خودشان بر بیان. چقدر کار فعالیت های شما مؤثر بوده بر آگاهی مردم بانوان بیاین کار فعالیت کنن و اونایی که برخلاف کار فعالیت بانوان هستن، اخص در حوزه تجارت و ایره مشخص میدارن بر آقایان، چقدر برنامه هایی که داشتین، بالاخره برنامه های فرهنگی یادآوری کردین، برنامه های اجتماعی که داشتین و دختر خانم هایی که با شما هستن، چقدر تونستن که
بالاخره درسی برنامه ها و انگیزه دهی بر سایر دختر خانم ها بر آقایان حداقل نتیجه مطلوب خودتون را به دست آورده باشین، نتیجه گرفته باشین؟ ببینین، من شاهد این هستم که دختر خانم ها علاقه زیاد داشتن به تجارت. من از فضای اجتماعی دنبال میکنن، میبینم کسایی که واقعا نمیشناسم مسیج میگذارن رمز موفقیت شما به چی بوده و شما از کجا شروع کردین. من دقیقا اگر اونا در ولایت هرات باشن میگم بیاین دفتر که از نزدیک با شما بشینین و هماهنگ بکنین موضوع رو. اگر از فضای مجازی باشه با دقت تمام معنای من برای از اونا وقت میگذارم، مسیج میگذارم و اونا راهنمایی میکنم و همون انگیزه رو من میبینم که بالای از ما اگر بخوایم تقریبی بگیم بالای 50% ما خانم هایی داریم که اونا علاقه دارن ولی دنبال راههایی هستن که چی رقم نزدیک بشن به مون علاقه و همون اهدافی که دارن. ما راهنمایی میکنیم و بسیار تاثیر بخش بوده. اونا همیشه میگن که چقدر ما برای ما اعتماد به نفس میده که ما همچین بانوی داریم که او توانسته موفق باشه در طی چند سال و من فکر میکنم که انگیزه از اونا قابل قدره. سرکوب میشه این انگیزه ها. اونا با همین مشکلات که مواجه هستن بسیار مشکلات خانوادگی دارن، میگن ما دوست داریم منتها اجازه فامیلی ندارین. ولی من فکر میکنم که فامیل ها باید درک بکنن دختر خانم ها میتونن این کار را انجام بدن و اگر ما از نگرش اسلام ببینیم، دین اسلام به خانم ها این حق داده و این حق شرعی یک خانم هست که در تجارت کار بکنه، فعالیت بکنه در چارچوب اسلام و اولین خانمی که در اسلام تجارت پیشه بوده خانم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودن که پیامبر ما هستن و ما میتونیم الگوی خوبی داشته باشیم از ایشان و واقعا فکر میکنم فامیل ها باید متقاعد بشن با این کار، کنار بیاین با این موضوع. از تحصیلتون دوری کردین اگر اشتباه نکنم، گفتین در کشور ایران در اونجا تحصیلات را دنبال میکنین، چرا نخواستین که اول تحصیلاتتان را به اتمام رسانی و بعد کار وارد ازی کار فعالیت ها شوین و ای که در اونجا هم تحصیلاتتان را دنبال میکنین ادامه میتین و بالاخره کار و فعالیت های تجارت و کارهای فرهنگی و اجتماعی همه قسمت بیشتر هم سوال کردم که کمی دشوار است. بس شما که دختر خانم فعال هستین خب میتونن از عهدهش بر بیاین، ولی هستن دختر خانمایی که نمیتونن همچون چند کار فعالیت را به یک بارگی به پیش بگیرن. از محیط تحصیلی در ایران یاد آوری کنم و چه شد که شما برین در کشور ایران تحصیلاتتون رو دنبال کنید، در داخل کشور چرا؟ بله، من میخواستم تحصیلات از پانزه حقوق و علوم سیاسی از هرات فارغ شده بودم، میخواستم که ماستری رو بگیرم یعنی ادامه بودم تحصیل. بعد از اون من گفتم که چون کشور ایران با ما همسایه است، مشهد با هرات هم مرزه و من گفتم چون مسیر رو هم طولانی نیست و من بتونم که هم نزدیک باشم هم به کاروبار خوب برسم و هم فعالیت هایی که در هرات دارم رو بتونم رسیدگی بکنم و هم بتونم که من درس خود ادامه بدم، به خاطر همون من رفتم در دانشگاه فردوسی مشهد پیشنهاد دادم که یک صنف گروهی بر ما تشکیل بدن و اینها صنف تشکیل دادن، طوری تشکیل دادن که در هر ماه ما 10 روز در ایران درس داریم و 20 روز دیگه از داخل هرات هستم افغانستان. و این فعالیت ها که خواستم انجام بدم صرف به خاطر این بوده که من یک آدم موفق باشم، در کنار از اینکه من ماستری میگیرم یک فعالیت های فرهنگی هم داشته باشم، یک خدماتی برای همشهریان و کشور خود داشته باشم. این رقم نباشه من فقط دنبال ازی باشم که من درس بخونم، شاید من فردا این انگیزی که حالا دارم یا این شروع شوقی که در وجود من برای خدمت کردن هست، من به علت هایی که من سن بالا بره در 10 سال آینده نتوانم داشته باشم، بعد از اینکه من ماستر و دکترا باشم نتونم در این عرصه خدمت بکنم، عرصه های بلندتری رو خواسته باشم خدمت بکنم. پس من گفتم از گام های کوچک شروع بکنم تا عرصه ای که من دکترا خود به خیر میگیرم، ماستر میشم دکترا، بعد از اون فعالیت های شایان تر و عظیم تری از این داشته باشم. بله بانو محمدی، ما پیام های هم از سوی بیننده های ما دریافت کردیم، بانوان هستن که بالاخره کار فعالیت های کوچک دارن، از دستکاری های خودشون اداری کردن، صنایع دستی دارن و گفتن که میخواین تجارتشون پیشرفته بسازن آخر به پیش ببرن و این توانایی هم وجود داره، گفتن در خود میبینن ولی نیاز به هزینه دارن، به مصرف است، به یک تجارت را آغاز بکنن بتونن می کار فعالیت هایشون گسترده بسازن. گفتن چی کار انجام بدم؟ یکی از او بانوان بانو مرزی است، امی مسئله داری کرده، گفتن که توانایی خوبم داره و زیاد از امی کار فعالیت های دستی که داره کار
های دستی که انجام میده، بسیاری کسا مشتریان زیاد دارن، بسیاری کسا میخرن، ولی گفته که نمیتونه کار فلاتوشا گسترده بسازه، چی کار انجام بده چون مصارفش نداره. و خوب است که شما پاسخ بدین که هست همچون نهاد یا نهاد شما همچون امکانات در اختیار دختر خانم قرار میدن که حداقل مصارف اندک را در شروع در اختیارشان قرار بده که اونا کار فعالیتاشون رو به پیش ببرن و بعد هم به صورت قرضه منظورم. بله، در عرصه کارهای دستی بود. در عرصه کارهای تجارت یا صنایع دستی بود. ببینید، ما در تجارت باید ما سازمان بین المللی تجارت توجه هنگفتی داشته باشه بر این موضوع. خب ما نمیخوایم به عنوان از اینکه سمبولیک باشن در کشور ما. ما نهادهایی داریم که سمبولیک هستن و بومی نیستن. اینها به عنوان یک نماد میخواین ما نور قدرت بدن، میخواین کار بکنن. اینها در عرصه عمل باید کار بکنن. دقیقاً خانم‌های داریم، ما گفتم با اونا در ارتباط هستم و اینا دنبال سرمایه هستن. یکی از مشکلات اینها نبود و نداشتن دسترسی به سرمایه هنگفت هست. اینها میتونن با نمایشگاه شرکت بکنن، اینا میتونن همون کارهایی که دارن اونا رو به نمایشگاه بذارن. بله، بعد اینا میتونن مارکتینگ بکنن، میتونن با شرکت های بزرگ اینها نمونه روان بکنن، اما یک بازاریابی داشته باشن، حتی اینا میتونن صادر بکنن در خارج از افغانستان. ما همکاری میکنیم با اونها و دقیقاً تعقیب بکنن این برنامه خودشان، از ایده های مشخص پیدا بکنن، ببینن که با کدام نهاد بعد اینا کانکت بشن و معرفی بشن می اجناس از اینها. ما در افغانستان میبینیم که 50% خانم هایی که کار میکنن روی عرصه صنعتگری هست، یعنی خود از اونها یک کارهای دارن، ظرافت کاری های دارن، بعضی چیزا رو جور میکنن، لباس جور میکنن. اینها باید نادیده گرفته نشه، اینها واقعا هنر هست که ابتکار خلاقیت اینا به خرج میدن و واقعا باید توجه داشته باشین به این کار. بله، خوب است که پیامی که شما داشتین بر دختر خانم ها، بر بانوانی که دوست دارن که تجارت پیشه باشن، از کار فلات های کوچکشون آغاز کنن، انگیزی داشته باشن، انشالله با پیش میرن. و قسمی که گفتین نمایشگاه ها خیلی میتونه مهم باشن، انشالله که بینیدی ما هم پاسخشان رو دریافت کرده باشن. دختر خانمی که پیام شریک ساخته بودن با ما، انشالله که کار فلات هایشان گسترده تر شود، موفق باشن و روز برسه که تجارتشان طبق خواست خودشان و پیش بره و نتیجه خوب رو به دست بیارن. چون همه چیز از مستیب اول، از قدم اول آغاز میشه، از علاقه آغاز میشه. و گفتی شما بانو محمدی، آنچه که میخواین در پایان صحبت های شما داشته باشیم، بینیده های ما داشته باشن، چی هست؟ چی میخواین یادآوری کنین بر دختر خانم ها؟ چون امروز شما رو داشتیم و نمایندگی از دختر خانم های تجارت پیشه، چی میخواین پیام داشته باشین بر سایر بانوان کمی لحظه در خانه هایشون بینیدی برنامه ما هستن تا یک انگیزی برشون ایجاد شما؟ مطمئن هستم نظریات دختر خانم های فعال چون شما خیلی میتونه تاثیرگذار باشه در جامعه. بله، دختر خانم ها، من برای از اونایی توصیه میکنم که بانوان بسیار قوی هستن، شاید از نگاه جسامت ظریف باشن، ولی دلهای از اونا بسیار کلان هست، اهداف بزرگی دارن. همیشه اهداف خود را تعقیب بکنین، دنبال این باشین که به برنامه خود رسیدگی بکنین بدون هیچ موانع. موانع همیشه هست، هر مسیری که میخواین دنبال بکنین موانع زیاد سر راه شما قرار داره. شما تک تک از این موانع را بخواین حل بکنین، حل بسازین و مسیر خود را دنبال بکنین. هیچ وقت از اون مسیری که تصمیم گرفتین، تصمیم با شما بوده، منصرف نشین. دختر خانم ها همیشه مشکلات دارن، میگه همیشه اون چیزی که ما دل ما نمیخواه میشنویم، پس ما هم چیزی رو بگیم که دل دیگران نمیخواه بشنون. بله، ممنونتم، سلامت باشین بانو محمدی. از صحبت های نیکی که بانو محمدی داشتم مطمئن هستم که شما مستفید شدین و انشالله روز برسه که ما شاهد مشارکت بیشتر از دختر خانم ها در عرصه های مختلف باشیم، چون نیمه پیکر از جامعه ما را، شما ما را همین بانوان تشکیل میتن با در نظر داشتن مندی هایی که دارن. قسمه که بانو محمدی نیک فرمودن، گرچه از لحاظ خلقت ظریف خلق شدن، ولی میتونن از توانمندی های درونی که در خودشون وجود دارن کمی پالش بتن، کمی بالاخره کوشش بکنن، تلاش بکنن، استعداده که دارن. از مفکوره های دختر خانم ها بانوان میتونیم مستفید شویم و حداقل زمینه رو برشان فراهم بسازیم و امکانات رو برشان فراهم بسازیم. به فکر نباشیم که یک دختر خانم نمیتونه فقط باید در خانه باشه و اصلا کار فعالیت بیرون رو انجام دادن. میتونن بانوان هستن، ما شاهد هستیم همچو بانوان با استعداد و همچو بانوان بالاخره توانایی را در جامعه ما که
هم کار فرات های بیرون شون پیش میبرن، اما مسئولیت های خانه فرزندانشون است و او بانوان واقعا افتخار ما هستن و ان شاء الله روز برسه که بانوان زیاد در عرصه های مختلف سهم داشته باشن و شاید فعالیت های بیشترشان باشه. ممنون از تک تک شما، تا فردا رس ساعت 2 خدا نگهدار.